نیمه شب آخرین لحظه های آخرین روز بهمن 1400 هستم در کنار زاینده رودی که حالا تبدیل شده به خشک رود. متاسفانه به رغم همه مطالبه‌ای که اتفاق افتاد، به رغم اینکه بیش از 200 شخصیت نخبه ملی و منطقه‌ای تقاضا کردند که زاینده رود رو قربانی حقابه صنعت و کشاورزی نکنیم، ولی باز همین اتفاق افتاد و بعد از 12 روز همطور که میبینیم زاینده رود متاسفانه از نفس افتاده و خوش شده. و وقتی که از نفس میفته دیگه در کنار زاینده رود شما اون شور و حالی رو که همیشه میدیدید نمیبینید. تعداد مردمی که حالا میان کنار زاینده رود به مراتب کم شده، کمتر هم خواهد شد، و این یعنی که افزایش افسردگی، این یعنی افزایش پرخاشگری، و این یعنی که تحمل مردمی که در کنار زاینده رود سالها زندگی میکنن داره به پایان میرسه و یک زنگ خطر بزرگه. امشب اومدم اینجا تا به یک سوال مهمی رو که خوانندگان من ازم پرسیدن، نزدیک به 100 سوال از 400 سوالی که از من پرسیده شده مربوط به هموطنان عزیز اصفهانیه که آقای درویش، شما آینده زاینده رود و آینده اصفهان رو چگونه میبینید؟ حتی برخی از من سوال کردن که آیا ما در اصفهان بمونیم یا اینکه مهاجرت کنیم و از اصفهان بریم. حقیقت ماجرا اینه که اگر که ما بخوایم میدان رو ترک بکنیم، هر جایی که بریم در نقش یک بازنده هستیم و هیچ وقت خودمون رو شاید نتونیم ببخشیم. کاری که ما بهتره که بکنیم اینی که برای احقاق حقمون بجنگیم. زاینده رود میتونه دوباره تاب‌آور بشه. زاینده رود میتونه دوباره برخوردار بشه از دست کم 170 تا 180 میلیون متر مکعب آب و برسه تا گاوخونی، به شرط اینکه بعد از حقابه شرب، حقابه گاوخونی مقدم بر حقابه کشاورزی و صنعت باشه. مردم اصفهان، همه اونهایی که فکر میکنن باید اصفهان رو ترک بکنن و برن، یادشون باشه که اگر این کارو بکنن چیزی از اصفهان باقی نخواهد موند و اونا هرگز در پیشگاه وجدانشون و نسلهای آینده خودشون رو نخواهن بخشید و فرزندان اونها هم اونها رو نخواهن بخشید. باید منسجم باشیم، متحد باشیم و بخواییم از رهبران محلی، از استاندار، از فرماندار، از مقامات وزارت نیرو، از مقامات وزارت جهاد کشاورزی، از مقامات وزارتخانه متولی صنعت کشور که در پای اشتغال موقتی به نام دور زدن تحریم ها ما زاینده رودی رو که نفس عمیق و ژرف و پایدار اصفهان قربانی نکنیم. ما میتونیم این کارو بکنیم و باید به این سمت بریم. یادمون باشه که اصفهان حدود 11.9 میلیارد متر مکعب ترازش منفیه، یعنی بیش از 16 رودخانه به بزرگی زاینده رود رو اصفهانی‌ها در طول 3 دهه اخیر بیشتر از این که وارد سفره‌های آب زیرزمینیشون بشه برداشت کردن. پس ما باید دست به یک جراحی بزنیم. این جراحی البته درد خواهد داشت، اما بالاخره میتونه به نجات این بیمار رو به موت بیانجامه و همه باید برای این قضیه مطالبه بکنن. نباید سنگر رو خالی بکنن. چرا 200 نفر درخواست کردن از مقامات استان و ملی که زاینده رود جاری بمونه؟ چرا این 200 نفر 2000 نفر نشدن؟ شهری که برخوردار از دانشگاه‌های متعدد، تحصیل کرده‌های بسیار زیادیه، چرا همه با هم متحد نمیشن برای اینکه زاینده رود رو دوباره و دوباره ما بتونیم جاری نگه داریم؟ زاینده رود با این تمرکز سنتی هوا برای مردمش نداره که نفس بکشن. حتی اگر شما فکر کنید که از خلیج فارس یا دریای عمان میخواید آب بیارید، با این تراکم سنتی همچنان اصفهان به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای ایران مطرح خواهد شد. باید بدونیم که ظرفیت زیستی اصفهان برای جانمایی صنعت، برای توسعه کشاورزی به پایان رسیده. اصفهان اگر بخواد اصفهان بمونه، باید از محل ارائه زیبایی هاش پول تولید بکنه، از محل جذابیت های تاریخی، فرهنگی
و طبیعیش باید پول تولید بکنه، اصفهان باید قطب استحصال انرژی خورشیدی باشه، اصفهان میتونه در بخشایش قطب استحصال انرژی بادی باشه، اصفهان میتونه در حوزه توریسم سلامت، توریسم پزشکی حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه، شهرک سلامت اصفهان میتونه نشانه وقار نه فقط اصفهان که ایران باشه. ما باید به مسعود سرامی ها بها بدیم برای اینکه این اصفهان دوباره تاب‌آور بمونه، باید پشت مسعود سرامی ها باشیم به جایی که سنگر رو خالی بکنیم و به این ترتیب پرچم امید رو همچنان برافراشته نگه داریم انشاءالله.